دوستان عزیز، زمانی که شما سول 3D را اینستال میکنین، دو فایل برای صفحه اسکرین تون میاد. یکی متریک است، سول 3D ما 2020 داشتم، هر کسی که از اینکه بالاتر هم داره میشه اینستال بکنه، اما فرق نداره 2016 و ابده تا به 2024 فرق نداره. در تمپلیتش بعضی فرق ها هست، اما در کارکردش کدام فرق زیاد وجود نداره. سول 3D 2020 متریک و امپریال، ما شما یونت ها را به بخش های مختلف در مضمون های مختلف خواندیم، نه یکی متریک است و دوم دیگه هم اس آی است. میشه کسایی که به اس آی کار میکنه یا ای که به متریک کار میکنه، از هر کدامش که استفاده بکنین. خب اینه، ما بازکردگی دارم، بازش میکنیم. دوستای عزیز، اینمی صفحه خود سول 3D است که اون روز ما به شما تمام کارکردهای سول 3D رو برتان گفتم که کدام کارها رو ما در سول 3D کرده میتونیم. نه کسی یادش هست که چی چیزها رو گفتیم؟ خب دوستان عزیز، بیشتر یک موضوع دیگر هم گفتم که قبلا اگر انستال میکردیم برنامه سول 3D که تیاتوکت مجزا باید انستال میکردیم و این رو نصب میکردیم. حال برنامه های سول 3D که تیاتوکت همزمان انستال میشه، مثلا اگر اینجا من اتوکت را پیدا کنم، سول 3D از اتوکت 2020، هیچ کدام فرق نداره با اتوکت که ما جدا مجزایی را نصب میکنیم. خب قسمت زیاد بخش سول 3D یا برنامه سول 3D را من در روز قبلی برای شما کلش گفتم، نه که ما چی ها کرده میتونیم، در کدام بخش ها از سول 3D استفاده میکردیم و مخصوصا به یک پروژه کدام آیتما یا کدام نقاط ضرورت است که ما باید از اول تا به آخر ما سرش کار بکنیم. در قسمت اول ما شما گفتیم که ضرورت به پوینت های سروی داریم، درست است دوستان عزیز؟ این تمپلیت خود سول 3D است، شاید اکثریتتون به این بلد باشین که فایل است، ادیت است، ویو، انزرت، جنرال و چیزایی را که ما اون روز برای شما گفتم. مثلا که من مینو بار آن کنم، او روز برای شما گفتم که در قسمت اول ما شما میاییم پوینت اضافه میکنیم، اون پوینت هایی را که سرویر بر ما ساهره نقشی توپوگرافیش گرفته، پوینت های سرویش گرفته. بعد از پوینت گفتیم چی کار میکنیم؟ میریم برش سرفیس ایجاد میکنیم و سرفیس هم برای شما مکمل و عکسش هم نشان برتان دادم، با توضیحاتم برتان گفتم که سرفیس چی است، برای چی استفاده میشه. حالا کسی یادش مونده که سرفیس برای چی استفاده میشه؟ خب دوستان عزیز، بعد از این که سرفیس را انجام دادیم، میریم الائنمنت برش تعیین میکنیم. الائنمنت هم برای شما گفتم که مسیر سرک است، که چه رقم مسیر انتخاب میشه، مطالعات ابتدایی یا پری فیزیبیلیتی استادی یا فیزیبیلیتی استادی یا دیتیل دیزاین، در این بخش هم مکمل ما شما امروز صحبت کردیم، خدا کنه که یادتان نرفته باشه. بعد از اینکه الائنمنت گرفتیم، میریم سر پروفایل سرک، که پروفایل هم برای شما گفتم که با چند نو است، با دو نو است گفتیم، نه یکی طولی است و یکی هم عرضی، که طولیش به نام پروفایل سرک میگیم و عرضیش هم به نام کراس سکشن. بعد از این اسمبلی را در کوریدور ما معرفی میکنیم، زمانی که گفتیم دپتای لیرهای سرک ما را برش معرفی میکنیم. حال امروز ما شما از جزیات بیشترش، به خاطر از این که اداران برای ما گفت که وقت کمتر است، راستا مکمل میریم سر پروژه کار میکنیم. دیتای سروی است، میاییم استاز تا کل این مرحله را به یک دیگر کار میکنیم تا هر قسمت که رسیدیم، اگر تکمیل شد خوب، اگر تکمیل نشد میمونیمش برای درسای آینده. و در قسمت بعد از او گفتیم سکشن است، و بعد از سکشن میریم سر ریپورت خود پروژه ما. خب دوستان عزیز، من این قسمت ها رو بر شما در جریان درس کلش برتان میگم. مثلا بعضی از آیتم ها ما میتونیم که کار اتوکد را به سول 3D بکنیم. مثلا ما لاین داریم که انواع لاین ها است که در پروژه ما استفاده میشه، و همچنان لاین هایی که به شکل زاویه مفته یا دایروی مفته یا کرف مفته، یا ای که ما به شکل مستطیل انواع و چیز مستطیل داریم، پولیگون داریم، اینا را در جریان خود پروژه که ما شما کار میکنیم بر شما
میگم که چی کار آمد داره چی کار آمد نداره، در کدام قسمت میتونیم ازش استفاده بکنیم، در کدام قسمت ها میتونیم که استفاده ازش نکنیم. دوستان عزیز در قسمت اول میشه که ما پوینت سروی خاطر از این قسمت بیایم اضافه بکنیم. سعی کنین زمانی که اینی مینوبار به شما نمیباشه مینوبار نوشته میکنین انتر میکنین، اگر صفر باشه مینوبارتان هایت میشه. اگر ما نوشته بکنیم که پس مینوبار یک مینوبار ما دوباره ظاهر میشه، درست است؟ دیده میتونین سفره؟ بله؟ اگرانش سفید میکنه نه در سفید کنم میشه. حالا خوبتر شد نه؟ خب میشه که ما شما بکگراند هم در قسمت آپشن بریم. حالا که من کار کردم در دسپلی و کالر میاین در این قسمت میتونین که معمولا سیازیش استفاده زیادتر میشه، حالا که بخاطر از این که وضوعی بیشتر داشته باشه و شما رنگش سفیدتر کردم. خب گفتیم که پوینت را ما از دو جای میتونیم که به برنامه سیول تریدی اونم پوینت سروی خود را که مربوط یک پروژه میشه، یک شهرک است، یک سرک است، سرک شهرایی است، سرک شهری است، بالاخره هر چیزی که است میشه که ما داخل برنامه خود بکنیم. میریم پوینت کرییت پوینتس میگیم، درست است؟ خب زمانی که سرویر بر ما شما پوینت را میاره هم به سیول با اکسل بر ما ارائه میکنه و همچنان میتونه به وردپد باشه. من با شما اینجا نشان میتم دوستا عزیز، این پوینت سیول تریدی است، پوینت سروی است که با اکسل بر ما شما دادن به این شکل است که نورتنگ، ایستنگ و همچنان مشخصات خود پوینت ما یا نقطه ما که مثلا سرک است، سنتر لاینش است، در دو بغلش خانه است، این مخففاتش فرق میکنه. دوستان عزیز ما یک تیپیکال مخففات تیپیکال داریم و یکی هم به شکل پرکتیکال داریم، درست است؟ هر کس، هر سرویر نظر به میتودولوژی کار خود پوینت های سروی رو نامگذاری میکنه. مثلا بعضی سرویرها هست که سنتر لاین سرک با 30 نقطه ال نشان میده، بعضیا 30 ال نشان میده، بعضیا نوشته میکنه مکمل که واضح‌تر خوبتر برای انجینیر واضح شوه کی چی است. مثلا ماونتین یا در دو طرف سرک موی شما کو است، بعضیا به ام نشانش میده، بعضیا به ماونتین ام او یو نشانش میده، یا بعضیا مکمل امیده نوشته میکنه، یا اینکه مثلا ریور است دریاز به یک بغل سرک مو یا به دو طرف در بغل سرک مایایی که ساید دشا است. این با مخففات خب مخففات از این می پوینت ها مربوط میشه به خود سرویر. خب اونم سرویر که مخففاتش به صورت علمی یا پرکتیکال که در چندین پروژه کار کرده باشه بلد است که چه قسم نقطه خود را مخفف گذاری بکنه، درست است؟ این حال باید زمانی که پوینت ها را ما شما حد میکنیم باید بفهمیم که ایجی چی معنا میده. مثلا ایجی اگزیستینگ گراوند یعنی زمینی که موجود است، درست است؟ یک قسمت های پایین برای شما نشان بتم، اگزیستینگ رود لفت یعنی در قسمت طرف چپ ما سرک موجوده. خب مثلا بی 13 یعنی بنچمارک نمبر 13 ما و پرو رود رایت یعنی پروپوز رود طرف راست یعنی سرک که ما شما پروپوز میکنیم. این ای بر میخوره به خود سرویر که پوینت ها را به چی نام نامگذاری میکنن. همچنان دوستای عزیز میشه که ما شما پوینت ها را به شکل وردپد داشته باشیم داخل برنامه خود بکنیم. یعنی گفتم برای شما CL, R1, R2 هر کدام از این نقطه ها نامگذاری های مختلف شده. خب میریم داخل برنامه سیول تریدی فایل خود را میاییم در این قسمت اپ میکنیم یعنی امپورت میکنیم امپورت پوینت. دوست عزیز میاییم در این قسمت گزینه علامت مثبت است، درست؟ سر از این کلک میکنیم. خب اینجا CSS فایل است تنها اکسل میگیره، به این قسمت میاییم all files میگیریم اینی فایل داخل برنامه خود میکنیم، درست است؟ خب
دوست عزیز specify point file format یا فیلترینگان دوست فقط ایره در این قسمت ما شما نارتنگ ایستنگ و قسمت که الیویشن داره پی ای ان زید سپیس دیلیمیتی ده انتخاب میکنیم درست است؟ خب دوستا عزیز پوینت ها آمده اما برای ما شما آشکار نمیشه میشه که به دو شکل ما ایره پوینت ها را ببینیم در این قسمت زوم اکستن میگیم پوینت های سروی داخل برنامه می آید یا ای که اگر ای گم باشه میشه که از طریق ساده ترشان از زید انتر میگیم و ای انتر میگیم پوینت ها را برای ما شما میاره درست است؟ خب دوستای عزیز انواع و اقسام پروژه ها فرق میکنه زمانی که سرویر میره به ساحه برای نقطه گیری مشخص است که برای سرک میره یا ای که سرک های شهری است مساحت نقطه گذاری ها فرق میکنه در یک پروژه است به میلیون پوینت یک سرویر نقطه میگیره اما این پوینت های را که میاریم داخل سیول تردی در قسمت اول به این شکل میباشه درست است؟ حالا میریم ما شما سر از این کار میکنیم که پوینت ها را الیویشن های از این بر ما معلوم شوه و همچنان اینمی نقطه ها که نام های مختلف بیشتر که بر شما گفتم داره را نشان بتیم پیدا بکنیم که چه قسم میتونیم که بفاهمیم که کدام نقطه چی است درست است؟ همچنان هم از قسمت پوینت میتونیم تغییرات را بیاییم هم از قسمت تول سپیس این گزینه رو میبینیم در قسمت هوم تول سپیس درست است؟ بیاییم در قسمت پوینت این باز میکنیم آل پوینت درست؟ چپ کلیک میکنیم میرم به پراپرتیز و پراپرتیز که آمدم فایل های مختلف است که میشه که فایل سرویتان را نظر به دلخواهتان که چه رقم راحت هستین و چه رقم میتونین راحت از این فایل ها استفاده بکنین جور بکنین دیزاین بتین لیبلش استایلش را تغییر بتین هر چیزش که میخواین میتونین تغییر داده خب مثلا چه رقم اینجا پوینت استایل های مختلف است مثلا پوینت تان بنچمارک ها را میشه که شما یک گروپ جداگانه برای پوینت ها جور بکنین بنچمارک تان یک لیبل استایل بتین رنگ بتین یا ای که مثلا انواع اقسام مختلف پوینت هاست میایم سر این بیسیکش کار میکنیم اینجا کلیک میکنیم برای ما شما نمونه اش نشان میده که مثلا پوینت اول در بالایش اول داده پایینش الیویشنش است مثلا 200 و پایین 200 که نامش است نام اونم پوینت ماست کلف سنتر لاین است ماونتین است یا ای که اگزیستینگ رود است هر اون چیزی که سرویر برای ما شما پوینت گرفته درست است من میخوام اینا تغییرات بیارم انفورمیشن اینجا نامش است فرق نمیکنه در این قسمت میگه کدام لوگو را داشته باشه به شکل اکس باشه نقطه باشه هیچ لوگو نداشته باشه به این شکل باشه شما میتونین که از اینا استفاده بکنید مثلا من به شکل نقطه میخوام می تغییر بکنه اوکی میکنم اپلای میکنم بیشتر به دیگه شکل بود حالا به این شکل درست است ما میخوایم کم خردتر شوه یا ای که یک نقطه ساده باشه که کار برای ما شما آسان تر شوه دوباره باز میرم به قسمت پوینت استایل بیسیک سر ازی کلک میکنم نقطه را میمونم اوکی میکنم در قسمت پوینت لیبل استایل برای شما گفتم دوستایی را اپلای بکنم کل نقاط خرد میشه درست است؟ نقاط وجود داره اما خرد است شما کم دیده میتونین؟ خب اگر سرش چپ کلک هم بکنیم این تو نقاط برای ما معلوم میشه درست؟ یا ای که امی کار من نمی کنم وقتم کم است درست است؟ وقتم کم است میخواییم امی خورد چه میاییم در این قسمت پایین از اینجا اسکیل از این را کم خوردتر میکنم یک به نسبت ساعت میگیرم خوردتر شد درست است؟ یا ای که میرم از این قسمت یک به نسبت پینجا میگیرم نقاط خوردتر شد بیشتر شما دیدین که بسیار نقاط سر یکی دیگه آمده بود اما دید ما شما را یک همک مخشوش میساخت که چقدر نقاط زیاد است ولی هر نقطه که مثلا گرفته شده فاصله شان میتونه که 20 سانتی متر دورتر باشه 1 متر دورتر باشه 3 متر دورتر باشه
نظر به الیویشن هایی که در ساحه هست. بعض الیویشن ها در ساحه، ساحه فلات است، ساحه هموار است. مثلا یک سرویر میخواه میگه من زوزو دمی سرویر بکنم، 5 متر، 4 متر، 3 متر یا 2 متر چی میگیره؟ نقطه میگیره. ولی جایی که تغییرات الیویشن زیادتر است، حتی 20 سانتی 15 سانتی یک نقطه به دیگر نقطه فاصله الیویشن هاست. او روز بر شما تغییرات الیویشن ها را خبرتان گفتم، یاد شما خواهست انشالله نه؟ یادتان رفته. خب دوست عزیزی سروی ماست. خب دوست عزیز، در قسمت که پوینت های سروی بسیار زیاد مهم است. زمانی که تا پوینت ها را نشناسین و نفهمین که این پوینت ها از کدام نقاط گرفته شده، آیا این پوینت های ما درست است یا خیر، نمیتونین پروژه را پیش ببرین. پیش میره اگر دیتای پوینت سروی برتون غلط برسه، پروژه تان هم ناقص از غلط پیش میره. اگر پوینت ها را خوب صحیح درست چک بکنین به ساحه که درست باشه، اونم قدر دقت پروژه شما بلند میره. حالا میایم چی کار میکنیم؟ دوباره میریم به پوینت، اوکی میکنیم. حالا ما میخواهیم بفهمیم که این پوینت های ما چی نام داره و کدام پوینت ها در کدام قسمت گرفته شده. میایم در قسمت پوینت لیبل استایل اینا کلیک میکنیم، دسکریپشن اونلی، الیویشن اند دسکریپشن، الیویشن اونلی، نورثینگ ایستینگ. خب در این قسمت میگم اگر دسکریپشنش تنها باشه یا یک سنتر لاین است، بغلش سرک است، خانه است، چی است، یا یک الیویشنش هم باشه، من میگم تنها دسکریپشنش باشه بس، اوکی میکنم. خب شما میبینید که نام اضافه شد، درست است؟ سنتر لاین، سنتر لاین. در این قسمت مثلا استون، جایی که سنگ بوده، اینجا هم استون است. این قسمت ها آب است، متوجه هستین؟ واتر نوشته است. یا اینجا شاید یک جوی باشه، یا کانال آب باشه، یا اینکه دریا بوده باشه، این به نام واتر نامگذاری کرده. و گفتم که نامگذاری پوینت های سروی مربوط میشه به اونمو علمی که سرویر داره که با کدام نام ها میتونه ایره نامگذاری بکنه. مثلا این کانکریت است، شاید خانه کانکریتی بوده باشه، درست است؟ یا اینکه دوکان بوده باشه. این نام های مختلف است. این است ویل چار گرفته، دمو صاحب ما چا بوده. مثلا اگر سرویر بیای همی اتاق ما شما را سروی بکنه، شاید در قسمت هایی که کالم باشه او را کالم نوشته بکنه، درست است؟ در قسمت هایی که مثلا میز باشه ای را دسک نوشته کنه، جایی که خالی است اسپیس خالی نوشته میکنه، درست است؟ به این شکل. خب ما میایم دوستای عزیز دوباره و پراپرتیز پوینت و این را میخواهیم که یک کم همی سایزش کلانتر شوه. میرم در جنرال، در جنرال قسمت پراپرتی لیبل هاست که استاندارد. مثلا میتونی که نوعیت خطتان اینجا تغییر بتین. در قسمت لی اوت میریم دوستای عزیز، در پوینت دسکریپشن اگه ایره ما فالز بگیرم دیگه نشان نمیده دسکریپشن هم. احیانا اگر ما دسکریپشن هم آن باشه، اینجا اگر فالز باشه دسکریپشن دیگه نشان نمیده، اگر ترو بگیریم نشان میده، درست است؟ خب تکست هیت از این 2.5 میلیمتر است، من ایره 10 میلیمتر میکنم، اوکی اپلای. کم سایز پوینت های ما کلانتر شد، درست است؟ اونم قدر میکنین شما که بتانین ازش استفاده بکنین و بفهمین که در کجا چی است، درست؟ و شما میبینین که مسیر سرک ما این سنتر لاین این از این قسمت شروع شده آمده به این قسمت، درست است؟ که سرک ما شما باید در اینمی قسمت الائنمنت خود را کش بکنیم و سرش کار بکنیم. در این قسمت های دیگه شما میبینین که جای خالی نشان داده و ای که بریم سرفیس از ایران بکنیم، در سرفیس خوبتر ما شما میفهمیم که پستی و بلندی ساحه به کدام اندازه است، چی در کجا است، در اوجا خوبتر میفهمیم. در اون روزی که ما شما به پرزنتیشن بر شما سرفیس ها را گفتم که به چی استفاده میشه، درست است؟ خب دوستان عزیز، مال میخوایم که این قسمت سرکم، سنتر لاین سرک ما واضح شده، معلوم شده. ما میخواهیم که یک گروپ دیگه آن بکنم که این پوینت های اضافی ما آف شده، درست است؟ که در بعضی اوقات پروژه سرک است که 100 کیلومتر 80 کیلومتر وقتی شما دیتای سروی را داخل سوال تردی میکنین، یک حجم بسیار زیاد است، هم میتونه که کامپیوتر را کند بسازه، هم میتونه که وقت زیاد بگیره که شما سر پروژه خود کار بکنین. ما میایم در قسمت پوینت گروپ نیو میرم،
در این قسمت نوشته می کنم که سنتر لاین درست است. خب در دیگه جای نمیرم دوستای عزیز، میشه که اینجا ما شما همی استایلا و یایش تغییر بدیم. شما که وقت داشتین نظر و خواست دلتان میتونین که هر چیز را تغییر بدین. مثلا ما تنها میایم در این قسمت رنگی نمی چیزها را تغییر میدم. میایم در این قسمت ما رنگ شابی میکنم درست است. اپلای میگم اوکی و همچنان بعدن میرم در اینکلود. در اینکلود که رفتم انجینیر سر ویت نمبر مچنگ، یا ای که خب میخواین که کدام نمبر یا اونم پوینتتان فقط در روی اسکرین ظاهر شود اگر رای شاید شود، من اینجا میگم ویت را دسکریپشن مچنگ. خب چیزایی که مثلا سنتر لاین نوشته است، جایی که سنتر لاین نوشته است درست است. اپلای میکنم اوکی میکنم. خب آنن که اوکی کدم اینمی تغییرات را که آورده بودم در اینجا ظاهر شد، رنگش تغییر کرد. ما میاییم آل پوینت ها در قسمت آل پوینت ایره میخواییم کلش را آف بکنم. بیسیک میرم نن را میگیرم و لیول استایل هم نن اوکی میکنیم درست است. دوست عزیز ببینین که دیگه پوینت ها تمامش آف شد، فقط سنتر لاین سرک مونده که ما شما در اونمونجا یک الائنمنت را پروپوز میکنیم. یعنی نمیجا نظر و مطالعات بر شما گفتم که امکان سنجی، پری فیزیبیلیتی، فیزیبیلیتی استادی، حال مرحله دیزاین است که شما میاین الائنمنت دیزاین میکنین درست است. خب گفتم که شما میتونین در قسمت پوینت ها هر نوع تغییراتی که بیارین نظر و دلخواه شما میتونین که تغییرات بیارین. مثلا من میخوایم در قسمت الیویشن هم رنگش تغییر بکنه درست است. میایم در این قسمت بیشتر که ما شما تغییرات آوردیم در پوینت بود، حال پوینت نمبر هم میخواییم تغییر بتم، رنگش هم مثلا رنگش هم سرخ میگیریم درست است. و این شکل و همچنان کم سایزش هم کلانتر میکنم، 5 میلیمتر درست. و این قسمت میایم در پوینت الیویشن. پوینت الیویشن هم میشه که شما هر رنگی که شما میتونین کتش راحت باشین درست است تغییرات بیارین. و اینجا 5 پس ما این پوینت نمبر را میگیرم. دیدین دوستای عزیز شما اونمو مشخصات که سنتر لاین است کم خورتر شد، الیویشن تون سایزش کلانتر شد و این 130 که است نمبر پوینت است، یعنی 130 نمبر است. این شد قسمت پوینت و پوینت گروپ که چه قسم شما میتونین پوینت ها را اضافه بکنین. دوستای عزیز شما میشه که از این قسمت هم نیو برین پوینت اضافه بکنین و همچنان میتونین که از مینو بار بیاین کرییت پوینت پوینت تون اضافه بکنین. همچنان پوینت ها را میشه که به شکل ورد پد داخل برنامه بکنین و یا ای که در اکسل شیت از طریق اکسل شیت میتونین که داخل برنامه سوال تردیتان بکنین. بله خب این حالا که اگر میری پس اون نقاط دیگر را میخواین که واسه این حالا بیشتر یک گروپ جور کردیم، قبلا بود آل پوینت پوینت ها را اضافه کردیم، ما شما رفتیم یک گروپ به نام سنتر لاین جور کردیم درست است. حالا میریم در قسمت آل پوینت چپ کلیک میکنیم پراپرتیز، پس اون عموم مشخصات را که بیشتر شما کار کرده بودین میاین اضافه میکنین اوکی میکنین. تمام پوینت هایی که قبلا ما هاید کرده بودیم دوباره اینجا ظاهر میشه صحیح است. دوستای عزیز ما شما در روز قبلی برتان گفتم که اولین کار که میکنیم داخل برنامه سیول تدی میریم پوینت ها را اد میکنیم. بعد از او چی کار میکنیم؟ خب دوستای عزیز میتونیم که سرفیس هم از این قسمت اضافه بکنیم، کرییت سرفیس بگوییم. همچنان میتونیم از تول سپیس خود استفاده بکنیم، در قسمت سرفیس چپ کلیک میکنیم کرییت سرفیس میگم درست است. هر دو یک کار میکنه. چرا تول سپیس یک کم کار ما را ساده تر میکنه که نزدیک به دست ما شما است. خب میریم ما شما سرفیس را ایجاد میکنیم، میگیم کرییت سرفیس. در قسمت کرییت سرفیس چیزی که هست امیر اوکی میکنیم. بعدن که سرفیس ما ایجاد شد میتونیم
همین رقمه که در پوینت ها رفتیم، لیولایش تغییر دادیم، استایلش تغییر دادیم، در سرفیس ها میتونیم که ما شما کنتورایش تغییرات بیاریم. اینو اوکی میکنیم دوستا. خب بیاین پوینت ها رو آن بکنین. خب پوینت های خدا آن میکنیم که سرفیس ها بتونیم درست دیده. بعدا میریم سرفیس، قبلا اینجا یک تکمه علامت نبود، نه؟ حالا که رفتیم سرفیس را از اینجا عد کردیم، اینجا یک تکمگک آمدی را باز میکنیم، سرفیس یک به نام سرفیس یک بر ما ایجاد شد که میتونیم سر از این سرفیس یک کار بکنیم. ایران باز میکنیم دوستو عزیز، ماسک واترشد دیفینیشن ایران باز میکنیم، میاییم در قسمت پوینت گروپ، چپ کلک میکنیم، میاییم اد، میگه کدام پوینت ها را سرفیس میخوایی که درست شوه، آیا در قسمت سنتر لاین یا ای که تمام صحیحی را که شما دیتای سروی داریم. ما آل پوینت استفاده انتخاب میکنیم، اوکی میگیم. ما امروز با شما عکسای مختلف از سرفیس ها را بر شما گفتم، نه که کنتور ها از تغییر الیویشن است، تغییر ارتفاع است، اینا را بر شما گفتیم. نیاز نیست که باز بریم سر سرفیس، سر کنتور ها وقت خود را ضایع بکنیم، درست است؟ اگه نیاز است که دوباره تشریح بکنیم. خب دوستای عزیز، این کنتور ها است، اما رقم که رفتیم سر پوینت ها صحبت کردیم، میاییم کار کردیم، میتونیم که سر سرفیس خود همچنان کار بکنیم. میاییم در قسمت سرفیس یک، چپ کلک میکنیم، سرفیس پراپرتیز میریم. خب در این قسمت میشه که نامش را تغییر بدیم، مثلا نوشته میکنیم که پروژکت سرویس سیس، در دسکرپشن شما هر چیزی که شما نوشته میکنین. خب این قسمت سرفیس استایل میگه که ماینور کانتور ما 2 متر باشه و کلانش تا 10 متر باشه. میگیم یکم خورترش میکنیم، 1 متر و 5 متر میگیریمش، درست است؟ ببینیم چی تغییرات میه دوستان. کانتور ها یکم با یک دیگر نزدیکتر میشه، هر قدره که کانتور ها را شما نزدیکتر بسازین اونم قدر شما میتونین که ساحه را تحلیل و ارزیابی بکنین، نظر به تغییرات ارتفاعش که در کدام قسمت پستی و بلندی وجود داره، کدام قسمت. شما او روز برای شما در چهارشنبه گذشته گفتم که تغییرات الیویشن و تغییرات کنتورا به ما شما نشان میده که در یک ساحه است کوهستانی است، ساحه تپزار است، یا ای که ساحه فلت است. اینه برای شما گفتم هر قدر که این کنتورا با یکدیگر نزدیک میشه اون همقدر تغییر ارتفاعات در او قسمت زیادتر است، هر قدر که کنتورا از یکدیگر دور میشه تغییر ارتفاع در او قسمت ها پایینتر و کمتر است. خب میخوایم که بعضی تغییرات دگام در این قسمت بیایم. اینجا فقط برای شما پریویو میکنه که چی تغییرات اینجا چه رقم است و بعدا که شما تغییرات میارید چه قسم میشه. میرین ما شما اینجا سرش کلک میکنیم، میاییم با کانتورز، در قسمت کانتور انتروال گفته که ماینور انتروال و میجور انتروال. ماینور ما اونم قسمت نزدیکیش است که 1 متر است و قسمت که دورتر است تا 5 متر. من میگم که امی کم خورتر شود تا 30 سانتی برای من کانتور را نشان بده. اپلای میکنم، اوکی. در این قسمت هم شما ببینید که چی تغییرات میه، میبینید که کانتورها به یکدیگر نزدیک شد. شما میتونید که هر قدر به خاطر دقت کارتان کانتورها را ماینور و میجورش شما خودتان انتخاب بکنید. و همچنان میشه که در این قسمت بخش های دیگه است که مثلا گریدایش چقدر باشه، پوینت هایش رنگایش به چه شکل نشان داده شده باشه، این دیسپلی های دیگه است که مثلا پوینت ها رو نشان بده یا نده، میتونین که گروپ را روشن بانین یا ای که خاموش بانین، درست است؟ قسمت اپلای میکنیم و اوکی. خب دوستان عزیز شما ببینین که اینجا برای ما شما کنتور ها را رسم کرد. تا این قسمت خب مشکل نیست انشاءالله، نه؟ این سب میکنه یا نه؟